ما انسان‌ها با همین ابزارهای طبیعیمون، یعنی با همین حواس پنجگانه‌مون، فقط یه بخش کوچیکی از جهان رو میتونیم پردازش کنیم. تکنولوژی‌های جدید خیلی تو این قضیه بهمون کمک کرد، اما یه سری سوالای آزاردهنده هم توی مغزمون انداخت. ما الان تونستیم با کامپیوترهایی که داریم دنیاهای کوچیکی رو شبیه‌سازی کنیم، اما قدرت کامپیوتری ما در همین حد نمیمونه و هر سال داره با یه سرعت خیلی زیادی پیشرفت می‌کنه. اگه با پیشرفت‌های بزرگ امکان شبیه‌سازی جهان‌های کامل وجود داشته باشه، چجوری میتونیم مطمئن باشیم که این اتفاق قبلا نیفتاده؟ چجوری میتونیم مطمئن باشیم که همین الان داخل یه شبیه‌سازی نیستیم؟ یعنی ممکنه واقعی نباشیم و خودمونم ندونیم؟ اگه به این موضوع علاقه داری ادامه ویدیو رو ببین. در ضمن اگه به این جور محتواها علاقه داری، دکمه سابسکرایب پایین ویدیو رو بزن و عضو کانالم شو. واقعیت چیه؟ خیلی از فیلسوفا و دانشمندا چند قرن تلاش کردن که جواب این سوالو پیدا کنن. از نظر تجربی جوابش واضحه. واقعیت چیزیه که ما بتونیم با حواس پنجگانه‌مون درکش کنیم. یعنی بتونیم ببینیمش، لمسش کنیم، بشنویمش، بوش کنیم یا بچشیمش. اما بعضی از افرادی که طرز فکر متفاوتی دارن، مثل فیزیکدان‌ها و فیلسوفا، نظرشون اینه که احتمال داره اینجوری نباشه. شاید واقعیت فقط یه شبیه‌سازی کامپیوتری خیلی پیشرفته است که ما داریم توش زندگی میکنیم، کار میکنیم، ازدواج میکنیم، پیر میشیم. از زمانی که این ایده شبیه‌سازی مطرح شد، خیلی‌ها گفتن که این در اصل یه کپی مدرن‌تر از تمثیل غار افلاطون یا شیطان فریبکار رنه دکارته. تمثیل غار توی کتاب جمهوری افلاطون اومده که خلاصش این میشه. یه غاری رو تصور کنید که یه تعدادی آدم توش زندانیه. این آدم‌ها از وقتی که به دنیا اومدن توی این غار بسته شدن، طوری که نمیتونن همدیگر رو ببینن، نمیتونن کوچکترین تکونی بخورن. فقط میتونن دیوار روبروشون رو ببینن. پشت سرشون هم یه آتیش روشنه. بین این آتیش و زندانیا هم یه راهرو هست که یه سری آدم از توش رد میشن. این آدم‌ها یه سری چیزایی به شکل حیوانا و درخت و اینجور چیزا با خودشون حمل میکنن که نور آتیش باعث میشه که سایه اینا بیفته روی دیوار روبروی زندانیا. پس این زندانیا تو کل عمرشون فقط این سایه ها رو میبینن و به هیچ چیز دیگه‌ای باور ندارن. هیچ ایده‌ای ندارن که دنیای بیرون چه شکلیه. حالا فرض کنید یکی از این زندانی‌ها زنجیرش باز میشه و از این غار میاد بیرون. روشنایی خورشید رو میبینه، حیوانات و درخت‌ها و بقیه چیزا رو همونجوری که واقعاً هستن میبینه. بعدش هم افلاطون درباره این صحبت میکنه که وقتی که این شخص برگرده داخل غار چه اتفاقاتی میفته، زندانی‌ها دیگه حرفشو باور میکنن یا نه و این چیزا. فکر میکنم شباهتش با نظریه شبیه‌سازی اینه که ما مثل اون زندانی‌های غار افلاطونیم که توی محدودیت‌های فیزیکی دنیامون گرفتار شدیم و نمیتونیم تکون بخوریم. چیزایی هم که میبینیم و فکر میکنیم واقعیت محضن، در اصل یه سایه‌هایی از واقعیتن، نه خودش. شیطان فریبکار دکارت هم یه ایده است که دکارت توی یکی از کتاباش مطرح میکنه. دکارت یه شیطان نابغه رو تصور میکنه که دائما در حال فریب دادن انسان‌هاست. نمیذاره هیچ کس هیچ حس و درک واقعی از جهان داشته باشه. همه چیزایی که میبینیم، زمین، هوا، رنگا، بقیه چیزا، اینا همه فریبای این شیطانن، واقعی نیستن. اگه بخوایم اینجوری در نظر بگیریم که تک تک اتمای دنیای ما شبیه‌سازی شدن، تک تک ستاره ها و کهکشان ها و خلاصه کل عالم شبیه‌سازی شده، یه جورای غیر ممکن به نظر میاد. یعنی از لحاظ تعداد محاسباتی که برای این کار لازمه، حتی با مغز ماتروشکا هم نمیشه یه دنیایی شبیه دنیای ما رو شبیه‌سازی کرد به طور کامل. مغز ماتروشکا یه چیزیه که اطراف یه ستاره ساخته میشه. اسمش از عروسک‌های معروف روسی به نام ماتروشکا گرفته شده که داخل هر عروسک کوچیک‌تر هست. سیستمش اینجوریه که از کل انرژی یه ستاره برای انجام محاسبات توی یه کامپیوتر خیلی قدرتمند استفاده میشه. طراحیش به صورت لایه لایه است. هر لایه کل اطراف ستاره رو میپوشونه. لایه اول که نزدیکترین لایه به ستاره است، گرمای ستاره رو جذب میکنه. بقیه گرمایی که هدر میره رو لایه دوم جذب میکنه. باز لایه دوم یه مقداریش رو جذب میکنه، بقیه‌اش رو میده به لایه سوم. همینجوری ادامه پیدا میکنه تا اینکه حد اکثر انرژی ممکن از ستاره گرفته میشه. کامپیوتری که همچین منبع انرژی عظیمی داشته باشه، احتمالاً میتونه شبیه‌سازی‌های بزرگ و دقیقی انجام بده. اما حتی همچین کامپیوتری هم نمیتونه به صورت کامل دنیای ما رو شبیه‌سازی کنه، حتی اگه یه تعداد زیادی ازش داشته باشیم. پس دو تا حالت میتونیم در نظر بگیریم. حالت اول اینه که اون هوش برتری که دنیای ما رو شبیه‌سازی کرده،
احتمالاً از یک کامپیوتر فوق پیشرفته ای استفاده کرده که ما الان هیچ درکی ازش نداریم. حالت دوم که به نظر خودم منطقی تر میاد اینه که فقط اون قسمتی از جهان داخل شبیه‌سازی ساخته بشه که منی که داخلش هستم میتونم ببینم. تو بازی‌های کامپیوتری جهانباز مثل GTA دیدید وقتی شخصیت بازی این طرف و اون طرف میره، محیط بازی کم کم رندر میشه و آماده میشه. یعنی اینجوری نیست که کل فضای بازی، ماشینا، خونه ها، آدماش، اینا همه همون اول کار پردازش بشن و آماده بشن. بر اساس اون نقطه‌ای که شخصیت بازی الان اونجاست، محیط بازی پردازش میشه. اینجوری اون مقدار محاسباتی که کامپیوتر باید انجام بده خیلی خیلی کمتر میشه، سرعت بازی هم خیلی بهتر میشه. ببینید الان این مداد رو من هیچ اطلاعی از داخلش ندارم. تا وقتی که نشکنمش نمیتونم مطمئن بشم که داخلش دقیقاً چیه. پس هیچ نیازی نیست که تک تک اون میلیاردها اتمی که داخلش هستن به صورت کامل و دقیق شبیه‌سازی بشن. تا وقتی که بازش نکنم و به اتمای داخلش نگاه نکنم. یاد چی میافتید؟ درسته، فیزیک کوانتوم، آزمایش دوشکاف یانگ. تو آزمایش دوشکاف الکترون‌ها رفتار عجیبی از خودشون نشون میدن. در حالت عادی خاصیت موجی از خودشون نشون میدن، اما به محض اینکه ما تصمیم میگیریم که تشخیص بدیم یه الکترون از کدوم یکی از شکاف‌ها گذشته، یهو رفتار الکترون از حالت موجی به حالت ذره‌ای تغییر میکنه. یعنی دقیقاً مشاهده ما، چشم ما تعیین میکنه که یه ماده چه رفتاری داشته باشه. پس نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که ممکنه جهانی که شبیه‌سازی شده هم یه همچین ویژگی‌هایی داشته باشه. یعنی به جای انجام پردازش‌های سنگین، فقط اون پردازش‌هایی که لازم و ضروری انجام بشه. چیزی که از همه مهمتره اینه که من که داخل شبیه‌سازی هستم اصلاً نباید متوجه این قضیه بشم. خب پس بالاخره ما توی یه شبیه‌سازی داریم زندگی میکنیم یا نه؟ یه فیلسوف سوئدی به نام نیک باستروم سال 2003 یه مقاله نوشت به نام آیا شما در یک شبیه‌سازی کامپیوتری زندگی میکنید؟ بر اساس حرفای نیک باستروم 5 تا فرضیه وجود داره که اگه همه اینو درست باشن میتونیم نتیجه بگیریم که ما احتمالاً داریم داخل یه شبیه‌سازی زندگی میکنیم. فرضیه اول، آیا امکان شبیه‌سازی آگاهی وجود داره یا نه؟ هیچکی دقیقاً نمیدونه آگاهی چیه. چی باعث میشه که از کنار هم قرار گرفتن یه تعداد خیلی زیادی اتم آگاهی به وجود بیاد؟ چی باعث میشه که مغز من نسبت به وجود خودش آگاه باشه؟ اصلا میشه این آگاهی رو توی یه کامپیوتر پیشرفته شبیه‌سازی کرد یا نه؟ فرضیه دوم، تکنولوژی همینطور با سرعت به پیشرفتش ادامه میده. اگه این فرض درست باشه احتمالاً توی جهان تمدن‌های پیشرفته‌ای هستن که کامپیوترهای با قدرت پردازش نامحدود دارن. شاید از سیستمایی مثل مغز ماتروشکا که قبلا توضیح دادم استفاده میکنن تا یه جهان کامل رو شبیه سازی کنن. فرضیه سوم، تمدن‌های پیشرفته خودشون رو نابود نمی‌کنن. اگه نظرمون این باشه که تمدن‌های پیشرفته خودشون رو نابود می‌کنن، دیگه بحث شبیه‌سازی همینجا تموم میشه. چون اینجوری دیگه هیچ تمدنی نمیتونه اونقدر دووم بیاره که به اون حد از پیشرفت برسه که بتونه یه جهان کامل رو شبیه‌سازی کنه. فرضیه چهارم، تمدن‌های فوق پیشرفته دوست دارن شبیه‌سازی ایجاد کنن. دلیل اینکه چرا باید این کارو بکنن ما نمیدونیم. طبیعی هم هست که ندونیم. شما فرض کنید مثلا باهوش‌ترین مورچه روی زمین کنار یه شهربازی زندگی میکنه. این مورچه براش سواله که آدما دارن چیکار میکنن. چرا سر صف وای میسن و سوار وسیله‌های شهربازی میشن تا یکم بترسن و هیجان داشته باشن. شما هر چقدرم که سعی کنی بهش توضیح بدی اون هیچ درکی از این چیزا نداره. قضیه ما و موجودات فوق پیشرفته هم همین جوریه. در مقایسه با اونا ما مثل مورچه ایم. این طرز فکر ما که اونا برای سرگرمی یا آزمایش علمی شبیه‌سازی انجام میدن شاید برای اونا خیلی طرز فکر احمقانه ای باشه. پس اگه ما داخل یه شبیه‌سازی زندگی میکنیم که موجودات فوق پیشرفته ساختنش، احتمالاً هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که چرا این کارو کردن. فرضیه پنجم، اگه تعداد زیادی شبیه‌سازی وجود داشته باشه ما هم احتمالاً داخل یکیشون هستیم. اگه جهان‌های شبیه‌سازی شده وجود داشته باشن احتمالاً تعدادشون کم نیست. یعنی اون هوش برتری که تونسته این شبیه‌سازی‌ها رو پیاده کنه احتمالاً به یه قدرت کامپیوتری نامحدودی دسترسی داره. برای همین ممکنه میلیون‌ها یا حتی میلیاردها جهان شبیه‌سازی شده درست کرده باشه. نیک باستروم توی این مقاله گفته شبیه‌سازی یه دنیای کامل مثل دنیای ما قدرت محاسباتی خیلی بالایی میخواد، چون باید ذهن تمام انسانایی که تا حالا توش زندگی کردن باورش کنه. اما اگه یه مشکل یا خرابی توی این شبیه‌سازی به وجود بیاد،
سازندش میتونه خیلی راحت قبل از اینکه قضیه لو بره حالت اون مغزایی که از شبیه‌سازی اطلاع پیدا کردن رو تغییر بده، یا اینکه میتونه چند ثانیه برگرده عقب و شبیه‌سازی رو طوری تغییر بده که دیگه اون مشکل پیش نیاد. تو فیلم ماتریکس که بیشتر از 20 سال پیش ساخته شده خیلی از این چیزا نشون داده شده. ماتریکس رو من واقعا دوست دارم، یعنی به نظرم یکی از بهترین فیلم‌های تاریخه. نژاد انسان توسط یه نژادی از ماشین‌های هوشمند اسیر شده که از گرما و انرژی بدن انسان ها استفاده می کنن. ولی ذهن انسان ها توی یه واقعیت مصنوعی به نام ماتریکس زندانی شده. آدم ها زندگی روزانه خودشون انجام میدن بدون اینکه تشخیص بدن که درست دارن داخل یه شبیه سازی زندگی می کنن، یه دنیای غیر واقعی، چون به سیستم عصبی بدن اصلیشون دستگاه‌هایی وصل شده که جلوی فهمیدن این قضیه رو میگیره. ایلان ماسک هم نظر جالبی داره. فکر میکنه احتمال اینکه ما توی یه شبیه‌سازی نباشیم 1 در میلیارده. ایلان ماسک میگه 40 سال پیش ما بازی پونگ را داشتیم که از 2 مستطیل و 1 نقطه تشکیل شده بود. بازی‌ها آن موقع در این حد بودن. حالا بعد از 40 سال ما تصاویر شبیه‌سازی شده 3 بعدی بسیار واقعی داریم که میلیون‌ها نفر همزمان در آن بازی می‌کنند و این موضوع هر سال بهتر می‌شود. شما با هر نرخ پیشرفتی که حساب کنید بازی‌های آینده از واقعیت غیرقابل تشخیص خواهند بود. تمام این حرفا فعلا حدس و گمانایه که هیچ راهی برای اثباتش نداریم. برای همین دانشمندای زیادی هم هستن که با این ایده شبیه‌سازی مخالفن. مسئله اینه که چه ما انسانای واقعی باشیم که داریم روی یه سیاره آبی توی یه فضای خیلی بزرگ با یه سرعت خیلی زیاد حرکت میکنیم، چه شبیه‌سازی باشیم زیاد فرقی نمیکنه. هر دوشون به یه اندازه عجیب و ترسناکن. تنها کاری که از دستمون برمیاد اینه که خوب زندگی کنیم، با خودمون و بقیه خوب باشیم. از همه مهمتر اگه واقعا داریم داخل یه شبیه‌سازی کامپیوتری زندگی میکنیم، امیدوار باشیم که کسی پاش به کابل برق این کامپیوتر گیر نکنه. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایک فراموش نشه. منتظر نظراتتون هستم. مثل همیشه بدون ترس سوال بپرس و دنبال جواب باش.